سلام بر شما، به فراخبر خوش آمدید. موضوع بحث این برنامه برگزاری 15مین نشست سازمان همکاری های اسلامی با حضور نماینده امارت اسلامی. در روز نخست این نشست، دبیر کل سازمان همکاری های اسلامی به تعامل و گفتگوی مشروط به مسائل بشردوستانه با مقام های حکومت سرپرست تاکید کرده است. در افغانستان سازمان همکاری اسلامی به گونه کامل متحد با ادامه تعامل و گفتگو با مقام های حاکم در چارچوب قطعنامه شورای امنیت و نشست وزیران خارجه است. من در اینجا از شما می خواهم که از طریق صندوق امانت بشردوستانه افغانستان که تحت نظارت و مدیریت بانک توسعه اسلامی است به افغانستان کمک کنید. وزارت خارجه امارت اسلامی میگوید که هیئت اعزامی به گامبیا با نمایندگان سازمان همکاری های اسلامی و کشورهای اسلامی درباره موضوعات چند جانبه بحث می کند. اما برایند این نشست به افغانستان چه خواهد بود؟ اینجا در فراخبر. من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان عبدالناصر شفیق استاد دانشگاه و سید بلال فاطمی آگاه روابط بین الملل هستند. بسیار خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای شفیق، حضور نماینده امارت اسلامی در 15مین نشست سازمان همکاری های اسلامی به باور شما چه پیام داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب رازقیار صاحب و دانشمند قابل احترام جناب دکتر فاطمی و بندگان تلویزیون و زینی تلو نیوز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. به باور من، گرچه کنفرانس اسلامی به عنوان مظهر اراده امت اسلامی امو جایگاهی که باید داشت ندارد، به این معنی که کنفرانس اسلامی همیش اجتماعات و جلساتش شعاری بوده، چرا که مرکزی تضمین یعنی مصوبات یا قوه اجرایی مصوبات سازمان را ندارد. به این اساس اختلافات گوناگونی که به اساس مفکوره ها و ایدئولوژی های لیبرال دموکراسی و پیش سوسیالیسم وجود داشت تا آخر قرن 20 و از این بعد باز جنگ تروریسم در حقیقت و عین وقت اختلافات شیعه و سنی باعث شده که یک فیصله درست و قوی به سطح اراده کل امت یعنی به معرض وجود نیاد. پس به این خاطر گرچه کنفرانس ها وقت به وقت دایر میشه، کنفرانس سربراهان و کنفرانس وزارت خارجه و خود سکرتریت وقت به وقت یعنی تعاملات با هم دارن، اما امو وزنی که مثل سازمان ملل متحد در جهان داره، با وجودی که سازمان همکاری اسلامی یعنی دومین کنفرانس بزرگ به سطح جهان است، که کنفرانس عدم انسلاک سابق خیلی قوی ترین کنفرانس بود، او دیگر معنی او به قوت نمانده و ضرورتش هم جدی دیده نمیشه. پس کنفرانس اسلامی بود که باید جایگاه خود را حفظ میکرد. ولی خب پیام حضور نماینده امارت اسلامی در این نشست چی بود؟ یعنی با وجود که این جایگاه اگر نداره، اگر حضور وفد امارت اسلامی در آنجا در همه جلسات یعنی حضور یافته باشه، یک دستاورد است. اما فیصله های شدیده شده که آیا فیصله ها واقعا قسمی که حکومت امارت اسلامی از اونا میخواهد که چوکی رسما برشان اعطا شود، مثل که مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید داده میشد، اینا هم عین فیصله را کردن که در یعنی در فیصله ها یا در دیدگاه یعنی شورای امنیت، یعنی شورای امنیت خود گفته که یک نماینده خاص ویژه را به کشور ما تعیین کند، در حالی است که این حکومت یعنی خواستار عزیز که باید ما چوکی را در سازمان ملل داشته باشیم و هم به کنفرانس همکاری اسلامی داشته باشیم. تشکر، برمیگردیم به شما. آقای فاطمی، حضور نماینده امارت اسلامی به باور شما در 15مین نشست شورای کشورهای اسلامی فکر میکنین چه است؟ معنادار است یا نه؟ خب یک نشست غیر بی‌معنی است یعنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما آقای رزاقیار و همچنان مهمان نهاد عزیز و گرامی استاد عبدالناصر شفیق و بینندگان برنامه وزین شما. سوال شما خود جوابش بسیار مختصر است، این جواب میتونم باز میخوایم که در مورد تاریخچه، چون استاد در مورد سازمان صحبت کردن، ما میخوایم در مورد تاریخچهش هم صحبت کنم که چطور جور شده و تابال چی کرده. رفتن امارت اسلامی، نمایندگی امارت اسلامی کار نهایت مثبت و خوب است و موجودیت ما در هر سازمان و در هر محلی که در افغانستان من حیث
یک عضو جامعه بین الملل که در جهان به حدود 204 الا 211 ممالک وجود داره، ما یکی از 211 اگر به حساب قانون حقوقی بگیریم مملکت من حیث فرد حساب میکنه، ما 211 فرد یک فرد هستیم و ما موجودیت خود داریم، فلیاز هر جای باید ما نمایندگی خود داشته باشیم و رفتن ما ولو که اینا به شکل رسمی برای ما کرسی ما را در اختیار ما نمیتن، باز موجودیت ما به این خوب است که حرفی که زده میشه خود ما بشنویم و جوابش خود ما بدیم. بله. و موقف ما اون جزایش هم فلیاز بله. از این لحاظ فاطمی خوب میدانین خوب هیئت امارات اسلامی در یک سطح پایین رفته، یعنی سخنگوی وزارت خارجه رهبری میکنه این هیئت، را فکر نمیکنین که بیشتر حضور امارات اسلامی در این نشست نمایشی است؟ کامل نمایشی است و خوب کار کردن که هیئت علی رضا به این نرنگ، چرا که عضویت دائمی که نمی داشته باشین شما هیئت درجه دو روان میکنین، وقتی که عضویت مکمل میشه اگر کنفرانس وزرا خارجه باشه وزیر خارجه میره، و اگر کنفرانس سران کشورها باشه از سران کشورها چه یا رئیس جمهور یا صدر اعظم و یا مو زعیم از اون مملکت اشتراک میکنه. معذرت میخوام، چون اینا برای ما شما عضویت دائمی ما را فعال نکردن، از این خاطر رفتن وزیر خارجه در حاشیه خوب نیست، اگرچه در کنفرانس اسلام آباد که OIC کنفرانس کرد در اونجا امیرخان متقی رفت و صحبت کرد، در روز امان در اون مقطع او صحبتشان بسیار خوب بود و مفید بود که خودشان رفتن، چون آلی اینا به ایس ناظر و اونجا نفر میخواین یک هیئت از وزارت خارجه، و معمول در دنیایی است وقتی که شما من حیث ناظر در یک جای میرین حتی از وزارت خارجه هم نفر نمیره، وقتی که شما در مملکت سفارت می داشته باشین اعضای سفارت به نمایندگی شما میره اشتراک میکنه، چون ما در گامبیا سفارت نداریم و اونجا دیگه یک هیئت از وزارت خارجه افغانستان به سطح ریاست وزارت خارجه که اونجا یک رئیس است و یک عضو برش داده شدن اینا رفتن. در سوال در مقطعی بعدی ان شاء الله ما بالای خود بله. سازمان صحبت خواهد کردم که درست. سازمان معرض وجودش و فوایدش چی است و این سازمان واقعا کارآمد است یا نیست. خیلی سپاسگزارم آقای شفیق. خوب دبیر کل سازمان همکاری های اسلامی گفته که تعامل و گفتگو با امارات اسلامی مشروط به مسائل حقوق بشری است. من میخوام از شما بدانم که خب سازمان همکاری های اسلامی تعریفش از مسائل حقوق بشری چی است؟ همسان با غرب و آمریکا است یا نه همسان با امارات اسلامی و ارزش های اسلامی که یاد میشه از طرف حکومت سرپرست؟ است که پیشتر گفتم که سازمان همکاری اسلامی یعنی اراده امت اسلامی را تمثیل کرده نمیتواند، با اساس همو اختلافاتی که از زمان وجود داشت تا قرن 20، اختلاف مکاتب اقتصادی که لیبرال دموکراسی در برابر سوسیالیسم یک اختلاف داشت و شیعه و سنی با هم به عنوان مذهب اختلاف داشت، و در این وقت امو کنفرانس که در آغاز یک رونق گرفته بود، چرا که کنفرانس که در سال 69 به معرض وجود آمده بعد از ناکامی جنگ عرب در برابر اسرائیل که عرب لیگ ناکام شد و در سال 69 بیت المقدس را آتش در دادن، به این خاطر کنفرانس اسلامی معرض وجود آمد، اما مهداف عمده ای که دنبال میکنه که همبستگی عمومی در بساط کشور اسلامی و همکاری اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و در این وقت حمایت از مقدسات اسلامی و در این وقت مبارزه در برابر تبعیض نژادی و برخلاف استعمار کار کردن، این مسائل است که یعنی کنفرانس اسلامی را یک ویژگی خاص میده که باید با کشور اسلامی در وقت یعنی فقرشان در وقت احتیاجشان رسیدگی بکنه. پس ما میبینیم که امروز جامعه سازمان ملل متحد یا بگویم که اراده جهان که مظهر جهان است، ضمیر جهانی امروز چیزی که فیصله میکنه در سایه اونها اینا هم فیصله میگیره. وقتی که سازمان ملل متحد نه چوکی به امارات اسلامی میته و در این وقت اختلافاتی که در کشورها به معرض وجود آمده در برابرشان به یک موقف هم نمیرسه. در محوری که چقدر نگران کننده است که سازمان همکاری های اسلامی و کشورهای اسلامی هم بیان بحث حقوق بشر را همسان با غرب و آمریکا تعریف بکنند در افغانستان. مثل که یادآور شدم که اهداف کنفرانس اسلامی دنبال زیبد می بود که امو وقت های اینی را باید تحقق می بخشید که حکومت اسلامی به عنوان جانشین یک نظامی که حمایت یافته غرب بود و دیگه ده اهداف ای می آید که مبارزه بر ضد استعمار و مبارزه و حفاظت از مقدسات، پس این عنوان می کنه که باید ما
نسبتاً یعنی دورتر از فیصله های شورای امنیت یا شورای سازمان متحد از سازمان متحد فیصله بگیریم. اما بعضی موضوعات با عنوان واقعیت یعنی هم حقوق بشری چیزی که متفقون علیه سر همه یعنی بین همه جهان است. اگر مثلا حق تعلیم دختران و حق کار زنان یا در مجموع آزادی به طور عموم مثل که در نظام قبلی وجود داشت با عموم مصاحبه اگر آزادی مثلا در اینجا فعلا منعکس نمیشه، این مسائل است که صرف شورای امنیت یا سازمان متحد در کل ایرا یعنی بانگیری نمی کنه، بلکه دیگر کشور اسلامی هم یکی از اهداف سازمان کنفرانس اسلامی هم این هم است که یعنی مشوره رای زنی به خاطر یک موقف مشترک در سازمان ملل متحد که این خودش ایجاب اجرا میکنه که باید مغایر با فیصله های شورای امنیت و سازمان متحد باید فیصله اتخاذ نکنه. بعد به این خاطر یعنی تا زمانی که حکومت امارات اسلامی او عقایق عینی را درک نکنه که عضویت تا حال معطل است به او بناها که در سازمان متحد در عین شکل در سازمان همکاری اسلامی هم، چون که ما از اول گفتیم این سایه کنفرانس یعنی سازمان متحد است، بگم که سازمان ملل متحد است، پس به این خاطر اینا یک فیصله ای که مغایر با فیصله های شورای امنیت یا در کل با تساوی به مجمع عمومی یا سازمان ملل نباشه نمیتونه که اینا را تشکر. آقای فاطمی، خوب کلانترین ارزش میان افغانستان و کشورهای اسلامی و این گونه سازمان همکاری های اسلامی خب اسلام است. فکر میکنین چرا تعامل و روابط سیاسی میان امارات اسلامی و کشورهای جهانی به اساس همی ارزش به پیش نمیره؟ خب این بس خاطر به این پیش نمیره که درست است که ارتباط ما شما از لحاظ ایدئولوژیکی و عقیدوی است، یعنی یک جهان مده یمی سازمان یک سازمان جهان اسلام است، به جز از هندوستان که چون نفوس 300 میلیون مسلمان داره و اکثریت قاطعش هندو است در اینجا از او نمایندگی میکنه، دیگه کامل دیگه کشورهای اسلامی است. مگم از خاطر نمیتونن که به توافق و نتیجه که امو تفسیر و به حساب تعبیر ما از احکام الهی و یا قرآن و سنت فرق میکنه. همین چیز است که باعث اختلافات است، مثلا اختلافات بین ایران و عربستان سعودی، چی ما قبل از اسلام و چی ما بعد از اسلام، کاملا ادامه داره. قبل از اسلام به اساس نژاد و قومیت بود، فارس و عرب، عجم و عجم و عرب، و امروز به نام اهل شیعه و تسنن و یا به حساب امو عقایدی که عربا داره که فرق میکنه. دیگه از این خاطر تفاوت امارات اسلامی هم به نسبت امو تطبیق شریعت به حساب تفسیر و تعبیر خودشان یا به حساب جهان که میگن که بسیار تندرو و سخت رو است یا امو نرمش را که دیگه جهان اسلام داره اینا ندارن، امی باعث ازی شده. و یک از عوامل ازی که جهان اسلام با ما رفته نمیتونه او در امین هفته است که سازمان طوری که استاد گرامی اشاره کردن بعد از جنگ 1967 جور شد و در 1967 اینا یک تصمیم قاطعانه در ممالک جهان غرب گرفتن که بسیار موفق بود، او را به نام پترول پالیسی یاد میکنن. اونو پترول پالیسی به این منجر شد که اینا گفتن که خود اینجا موفق بودیم، از خاطر که باد بالای جهان اسلام حمله نشه ما باید یک تجمع در بین خود داشته باشیم که در نتیجه آتش سوزی بیت المقدس در 25 سپتامبر 1969 اینا تصمیم گرفتن یک سازمان اسلامی را بسازن. بله درست آقای فاطمی، خوب اگر اولویت در روابط اسلام باشه و این ارزش را بپذیرن همه کشورهای اسلامی، فکر نمیکنین که اختلافات کوچک میتونه از میان برداشته شه و میان امارات اسلامی و این کشورها، مخصوصا خب شما به بحث تقابل اینها اشاره کردین؟ بله، من به این طرف از نقطه نظر تاریخی میام که اگر واقعا جهان اسلام با اصول اسلامی و قرآن و سنت پیش میرفت ما شما مشکل نداشتیم. مشکل ما در اینجا است که عربستان سعودی عقبه گوش امریکا است. بله. اردن عقبه گوش امریکا است. همین که اسرائیل بالای غزه حمله کرد، کدام راکت اسرائیل یک جهان مسلمان خیس و راکت در فضا زد که میره بالای یک مظلوم غزه مفته و او را شهید میسازه؟ اما زمانی که ایران راکت پرتاب کرد، اینمی اردن، اینمی عربستان سعودی و اینمی عمان آیا به دفاع اسرائیل نخواستن؟ آیا میزایل های ایران اینا چپه نکردن با همکاری فرانسه و انگلستان و امریکا؟ ببینین این تفاوتی است که
اینجا گپ میایه که او اسلامی را که واقعا ختمش ما باشه او نیست، در اینجا موجود نیست. اونا القباگوش هستند، اونا در به حساب اصول زرین قرآن و سنت پیش نمیرن، او به اساس عقاید اسلام. ببینید امیل دمی نشست که امی حسین ابراهیم تاها رئیس دبیر کل تقاضا را کرده که شما باید به افغانستان کمک کنین و با بانک وجی که در بانک توسعه اسلامی برش ساخته شده در اون پول پرتین. بله. ببینین امی سازمان امی بانک که در اسلام آباد بر افغانستان در نشست گذشته که در مورد افغانستان صورت گرفت در سال 2022 اینا در اونجا کی پول انداخته شد؟ و اگر انداختم شد و کی به افغانستان $1 میلیون از مچم از کدام جایی بود؟ او را خون در دسترس پاکستان بود، چرا او بانک در دسترس امارات اسلامی نبود؟ فلهذا از یک طرف میگن که با اینا هم کاری کنن پول پرتین تا افغانستان به طرف آبادانی بره، در عین زمان یک جمله دیگر هم میگه که ما مشروط به قطعنامه جامعه ملل متحد هستیم. اگر تو یک سازمان آزاد باشی و مختص جهان اسلام باشی، بعد از ملل متحد بزرگترین سازمانی که در جهان است او همی سازمان OIC است. اما چرا این نمیتونه این کار کنه که خودش علقه غلامی را در گردن نساخته، خودش خودم مشروط به ملل متحد ساخته و میگه که ما هیچ کاری را به جز از قطعنامه، وقتی که تو کارت مشروط به قطعنامه ملل متحد بسازی واضح است که تو کدام کار کرده نمیتونی. ما قطعنامه شورای امنیت ملل متحد تو را اجازه نمیده تو با افغانستان همکاری کنی، چی مالی باشه، چی اقتصادی باشه و چی سیاسی و اجتماعی باشه. فلان یک سازمان مفلوج سربنام است و از این چی کار ساخته نیست. بله خب از آنجایی که آقای شفیق سازمان همکاری های اسلامی پس از سازمان ملل بزرگترین سازمان است، خب این انتظار هم میره از این سازمان که بیای نقش میانجی را بازی بکنه در بهبود روابط میان امارات اسلامی به عنوان یک دولت اسلامی و این گونه جامعه جهانی مخصوصا جهان غرب. فکر میکنین چرا نمیتونه این نقش را بازی بکنه؟ کنفرانس اسلامی زمانی که به معرض وجود آمد در 4 کنفرانس یا در 5 کنفرانس اول خود که در رباط و طائف و کاسابلانکا و ریاض و طائف بود که در طائف خیلی فیصله مهم به معرض وجود آمد که یک محکمه اسلامی را هم داشته باشه، اما تا حال این فیصله به اساس اینکه یعنی ماده سوم جابجا نشد و خود اساسنامه محکمه هم قابل پذیرش بر همه کنفرانس اسلام به همه اعضای کنفرانس اسلامی یا کشورهای اسلامی نشد. امی نقطه ضعفشان بود. در عین وقت یک مرکزی که ضمانت اجرایی مصوبات خود را بده ای وجود نداره، یعنی یک نیروی نظامی کنفرانس اسلامی نداره که مثل که سازمان متحد در شورا امنیت مثلا اگر بکنه بعد کشورهای تو امی زور داره، یا در مجموع مثلا قوای ایساب یا در مجموع نیروی یعنی سازمان متحد میتونه که یک نوع سیمبولیک حرکت نظامی بکنه. اما کنفرانس اسلامی در فقدان چنین مرکز و در عین وقت اختلافات مذهبی به اوج رسیدن و حتی پیش از قرن 21 اختلافات یعنی ایدئولوژیک به اساس سیاست و اقتصاد و در عین وقت هم اختلافات رابطه به انمی یک نظام درست که چه قسم نظام آید دموکراسی در همه کشورها قابل تطبیق است، گرچه یک شعار است اما میبینی که بیشترترین کشورهای عربی فعلا از دموکراسی بهره مند نیستن، نظام ملوکیت و پادشاهت دارد. در حالی که کنفرانس اسلامی اگر ما ببینیم که 21 کشور اسلامی در وجود داره و 22 کشور آفریقایی و به ترتیب کشورهای ابدا یعنی تقریبا یا نزدیک به ابدا کشورهای یعنی آسیایی وجود داره، هیچ کدامشان به یک ساختار نظام برای حکومت یعنی متفق نیستن. این موضوعات است که همیشه در بینشان اختلافات وجود دارد. تا زمانی که اختلافات بله، یعنی با وجود یک مرکزیت اقتصادی قوی تر و همچنان مرکزیت تضمین اجرایی برای مصوبات سازمان متحد یعنی به معنی وجود نیه، نمیتونه که کنفرانس اسلامی بدون از اشارات سازمان متحد فیصله را اتخاذ کنه. بسیار فشرده بفرمایید به عنوان جنبندی. خب یک فرصت است به امارات اسلامی که حداقل تصویر افغانستان را ارائه بکنه به این کشورها و این کشورها را قانع بسازد تا امارات اسلامی را به رسمیت بشناسه. چه سیاست را باید در پیش بگیره هیئتی که رفته به نشست؟ در این شکل نیست که امارات اسلامی و خاصا وزارت خارجه خیلی فعال است، جناب متقی صاحب زیاد کوشش میکنه، اما تا زمانی که در مجموع ساختار حکومت اسلامی مبتنی بر یک وثیقه لی قانون اساسی یعنی اتخاذ نشوه و در عین وقت سیاست خارجی اگر متوازن است، اما سیاست خارجی در حقیقت سایه سیاست داخلی کشور است. تا زمانی که ما در اینجا یک اجماع ملی
به خاطر مشروعیت حقوقی مثلا پیدا نکنیم، نمیتوانیم که نه در کنفرانس اسلامی ما جایگاه پیدا کنیم و نه در کنفرانس سازمان متحد. بل به این خاطر بعضی موضوعات چی میبینید؟ چی باید بکنه امارات؟ باید ما اصلا اولتر باید یک وثیقه ملی به عنوان قانون اساسی باید یعنی به میان بیاریم و در این وقت یک تنوع سیاسی را اتخاذ کنیم تا که همه افراد مطرح سیاسیون یا جناحای مطرح سیاسیون در افغانستان اینا یعنی یک کمی اعتماد کرده بتنه. تا زمانی که تحقق نیفته باشه هر چه که اگر امت اسلامی کوششم بکنه ما نمیتوانیم که یعنی خواسته های خدا باریکه قدرت بشانه. خیلی سپاسگزار. بسیار فشرده آقای فاطمی، شما هم اشاره بکنین چطور از این فرصت ها باید امارت اسلامی استفاده بکنه؟ خب ما که میبینیم امارت اسلامی بسیاری فرصت ها را خودش از دست میده و علت چی است که وقتی که شما وزیر خارجه را یک جا روان میکنین باید با صلاحیت باشه. اما وزیرای ما هر جا که میره بی صلاحیت هستن. این بزرگترین یک ضعف است که در این نظام وجود داره. لحاظ ساختار نظام و حکومتداری در جهان، کابینه مظهر حکومتداری در نظام است. وقتی که کابینه بی صلاحیت باشه، یعنی باور کنید که در تمام کابینه، ما چون که 18 نفر هستن یا 25 دمه قدر هستن، یک کیش صلاحیت نداره. یعنی چی باید شب فشرده؟ فشرده اینمی است که شما یک نظام تا وقتی جور کردن که شما هم او صلاحیت های حکومت داره خیلی سپاسگزار. و اینا اگر نماینده روان میکنن میرن صحبت میکنن، باید صلاحیت صحبت کنن، جهان قناعت بدن تا امارت اسلامی را برسن. خیلی سپاسگزار حضورتان مهمانان گرامی در فراخبر امشب. پایان برنامه، شب بر همه شما خوش.